پیکر شهید حالی صحابی با دستور مقامات امنیتی بدون هیچ گونه مراسمی و تنها در حضور خانواده صحابی به خاک سپرده شد. در همین ارتباط گفتگوی انجام دادم با خانم خدیجه مقدم، عضو انجمن مادران صلح و فعال زنان از آلمان. در خبرها آمده بود که حاله صحابی به شهادت رسید، شبانه و غریبانه تدفین شد. فکر میکنید که آیا اون حال سزاوار چنین برخوردی بودند؟ به هیچ وجه سزاوار هیچ کس نیست. تا به واقعا حاله که میشه گفت واقعا سفیر صلحی بود که هر جا میرفت با خودش صلح و آشتی رو میبرد. حالا کسی بود که حتی دلش برای بازجوی خودش میسوخت. من وقتی آزاد شده بود از زندان رفتم دیدمش، میگفت من دلم برای بازجوام میسوزه، اینا خیلی بدبختن، خیلی از انسانیت دورشون کردن. یه همچین شخصیتی، یه همچین آدمی، یه همچین زنی، یه همچین مادری رو واقعا شبانه بردن و به خاک سپردن، من فکر میکنم دیگه نهایت بیشرمی و نهایت جنایتکاری یک حکومته. من اصلا حرفم اینه، وقتی حکومتی این همه میترسه، یعنی این همه ضعیف شده، با زور سرنیزه میخواد دو روز عمرشو بیشتر کنه، من نمیدونم اینها واقعا چه فکری میکنن برای آینده خودشون. اینا این جنایت، مثل همه این جنایت هایی که اینا انجام دادن، واقعا ما نه، یعنی من خودم و خیلی از مادرها، خیلی از زنها، ما نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. باید کسانی که مرتکب این جرم شدن، مرتکب این قصد شدن، هم فرمانده هاشون، هم آمراشون، هم عاملاشون باید شناسایی بشن به مردم و باید محاکمه بشن. ما از خونه حاله نمیگذاریم، همونطور که از خونه همه جوانامون، از خونه همه زنها، از خونه همه مادرها نمیگذاریم. شما از نزدیکان و دوستان حاله و همچنین همکار و همراه اون در انجمن مادران صلح بودید، فکر میکنید مهمترین ویژگی حاله چی بود که امروز شهادتش ایرانی رو داغدار خودش کرده؟ ببینید، حاله صحابی از آدمهایی هستش که نسلشون داره منقرض میشه. حاله صحابی و خود مهندس صحابی از کسانی هستن که واقعا نسلشون رو به انقراض هست، متاسفانه. مثل خیلی از گونه های طبیعی که در دنیا رو به انقراضه، نسل اینام رو به انقراضه. حاله کسی بود که هر جا میرفت با خودش صلح و آشتی رو میبرد. باید از این استفاده میشد برای بهتر کردن زندگی مردم، برای توسعه مملکت، نه اینکه اینو اینطوری از بین میبردن. شخصیت حاله رو من هرگز فراموش نمیکنم و اونهایی که حاله رو دیدن هیچ وقت فراموش نمیکنم، برای اینکه بسیار شخصیت منحصر به فردی بود. در مادران صلح، ببینید، من به هر حال مادران صلح یک فروم، یک شبکه‌ای که از همه طیفا توی اون حضور داشتند و حضور دارن، از مذهبی، از سکولار، از لایک، طیف‌های مختلف، گروه‌های مختلف، افراد مختلف اونجا حضور دارن. وقتی که خب به هر حال یه همچین جماعتی با هم باشن، مطمئنن بحثایی صورت میگیره و این بحثا خیلی هم سازنده هستش. تو هر جلسه‌ای که حاله شرکت میکرد، واقعا ما نتیجه خوبی از این بحثا میگرفتیم. از اینکه واقعا یک رول محوریت داشت، یک نقش محوری داشت در مادران صلح، به خاطر همون نهادینه شدن صلح در درون خودش، و این رو همینطور پخش میکرد به دیگران. من واقعا متاسفم از اینکه یه همچین موجود بی‌نظیر رو اصلا جامعه بشری از دست داد و واقعا قدرش رو ندونستن، واقعا نتونستن ازش استفاده بکنن. توی حرکت مسالمت‌آمیز میگیرن، دستگیرش میکنن، با باتوم میزنن، پیشونیشو میشکافن، بعدم میندازن زندان برای یه جرمی مرتکب نشده، 2 سال بهش زندان میدن. بعد میاد واقعا در، من نمیدونم تو چه مرامی، تو چه آیینی، در مراسم تشییع جنازه پدر دختر رو میکشن. من نمیدونم این چیزایی که، این قصه هایی که از یزید و اینها میگفتن برای ما، واقعا اینا روی یزید رو سفید کردن. آخه کجا دختری رو در تشییع جنازه پدرش میکشن؟ کجا جنازه رو میدزدن؟ کجا جنازه رو بدون اطلاع خانواده میبرن دفن میکنن؟ اتفاقایی که تو مملکت ما میفته، البته من میخوام بگم که این اولیش نیست، آخریش هم نخواهد بود. 30 ساله که داره این اتفاقا میفته، الان گفته میشه، الان البته واقعا دیگه به صورت علنی و خیلی واضحی این وحشیگری داره به مردم نشون داده میشه، چون در عصر ارتباطات هستیم. ولی 30 ساله داره این اتفاقا میفته،
اگر این جنایت هایی که تو دهه 60 اتفاق افتاد اگر پیگیری می شد، اگر شناسایی می شدن، اگر محاکمه می شدن، اگر روی این موضوع حداقل در دوره اصلاحات کار می شد، جرأت می کردن این رو ادامه بدن. ما واقعا حافظه تاریخی نداریم، مردم ایران ما حافظه تاریخیمون ضعیفه، برای همین هی تکرار میشه تکرار میشه. من فقط اینو میخوام بگم که حاله، شخصیت حاله، پیام حاله اینه که ما باید واقعا راه صلح و آشتی رو انتخاب بکنیم، همه اختلاف ها رو کنار بذاریم، گروه هایی که، نیروهایی که، کسانی که حتی منفرد به اصطلاح نیروهای ضد دیکتاتوری با هم واقعا باید متحد بشن، یه ائتلافی رو صورت بدن که با دیکتاتوری مبارزه کنن، و الا یک دیکتاتوری میره دیکتاتور دیگه میاد. 30 سال این اتفاقا داره تو مملکت ما میفته.